درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس. از شما دعوت می‌کنم به اخبار امروز شنبه 15 مهر ماه 2582 ایرانی 1402 هجری خورشیدی برابر با 17 اکتبر سال 2023 توجه بفرمایید. عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی باید به یک هیئت بین المللی مستقل شامل کارشناسان سازمان ملل برای بررسی شرایط منجر به بستری شدن آرمیتا گراوند اجازه ورود بدهند. این بیانیه که روز جمعه 14 مهر ماه در سایت این نهاد بین المللی منتشر شده می‌افزاید شواهد فزاینده‌ای از بیهوشی و به کما رفتن آرمیتا در مترو تهران به خاطر خشونت مجریان قوانین حجاب، همچنین پنهانکاری جمهوری اسلامی از واقعیت‌های این ماجرا وجود دارد. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز اعلام کرده که درباره ماجرای به کما رفتن آرمیتا گراوند که یک سال پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد تحقیق می‌کند. آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله و ساکن تهران، روز 9 مهر ماه پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد. سه روز بعد مطلع شدیم که او به دلیل خونریزی مغزی و خونریزی در جمجمه دچار افت فشار و بیهوشی شده و به همین دلیل در کم است. بر اساس ویدیوهایی که از دوربینهای مداربسته تاکنون منتشر شده، آرمیتا به هنگام ورود به ایستگاه مترو حجاب اجباری مورد نظر حکومت را بر سر نداشته است. عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود تصریح کرده در روزهای پس از بستری شدن آرمیتا در بیمارستان مقامات ایرانی روزنامه‌نگاری را بازداشت کردند که در حال تحقیق در مورد این ماجرا بود و رسانه‌های دولتی ویدیوهای تبلیغاتی از اعتراف والدین و دوستان آشکارا مضطرب آرمیتا منتشر کردند که با اکراه روایت دولتی را که او به دلیل افت فشار خون به زمین خورده تکرار کردند. این بیانیه میگوید کارشناسان در بخش شواهد آزمایشگاهی سازمان عفو بین الملل همچنین دریافتند که فیلم تبلیغاتی منتشره توسط جمهوری اسلامی از این ماجرا دستکاری و تقطیع شده است. فریم ریت ویدیو در 4 بخش افزایش یافته و یک وقفه 3 دقیقه و 16 ثانیه در فیلم منتشر شده تشخیص داده می شود. به عبارتی بیش از 3 دقیقه از فیلم حادثه سانسور شده است. دایانا آلتهاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل میگوید مقامات ایرانی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت شرایطی که منجر به بیهوشی آرمیتا گراوند شد، یک کارزار هماهنگ انکار و تحریف به راه انداختند که به طرز وحشتناکی یادآور روایت‌های جعلی و توضیحات غیرقابل قبول آنها از شرایط بستری شدن مهسا ژینا امینی در سال گذشته است. و اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد همراه با مردم سراسر جهان به نرگس محمدی به خاطر دریافت جایزه نوبل صلح برای شهامت تزلزل ناپذیرش تبریک می‌گوید. او در این بیانیه نوشته که تعهد خانم محمدی به بنای آینده‌ای که شایسته زنان و تمامی مردم ایران باشد الهام بخش همه مردمی است که در هر جای جهان برای حقوق بشر و کرامت انسانی مبارزه می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا به بارها بازداشت، حبس و شکنجه نرگس محمدی از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرده و افزوده اما سرکوب، مبارزه و عزم خانم محمدی را قوی تر کرده است. اعطای این جایزه نشان می‌دهد که به رغم بازداشت ناعادلانه او در زندان اوین، جهان ندای نرگس محمدی برای آزادی و برابری را می‌شنود. بایدن در این حال از جمهوری اسلامی خواسته که او و سایر فعالان حقوق زنان را فوراً از زندان آزاد کنند. در ادامه واکنش‌ها به اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، مژگان افتخاری، مادر مهسا ژینا امینی، با تاکید بر اینکه نرگس محمدی الگوی شجاعت و افتخار ماست، خواهان تلاش برای آزادی او و شنیده شدن صدای همه زنان ایران در جهان شد. همزمان جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان سرشناس، در پیامی مشترک ابراز امیدواری کردند که گوشهای آرمیتا گراوندی نیز این سرود شادی را بشنود. مژگان افتخاری، مادر مهسا ژینا امینی، با استقبال از اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی در مصاحبه با ان ارکو شبکه خبری نروژ گفت به نرگس محمدی افتخار می‌کنیم و اهدای جایزه صلح نوبل به او اقدام درستی است.
مادر مهسا ژینا امینی در مصاحبه با بزرگترین رسانه نروژ تاکید کرد که نرگس محمدی الگوی شجاعت و افتخار ماست، ضمن اینکه هزاران زن مانند او در ایران داریم که از شکنجه جان به در بردند اما در دنیا ناشناخته هستند. و اما جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه 14 مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد ندارند تحریم‌ها علیه ایران را که قرار بود 18 اکتبر منقضی شوند لغو کنند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که دیگر کشورهای حاضر در توافق هسته‌ای موسوم به برجام نتوانستند اختلافات خود را در خصوص موضع‌گیری این سه کشور اروپایی حل و فصل کنند. بورل در این بیانیه تصریح کرد در 14 سپتامبر 23 شهریور نامه‌ای از وزرای خارجه سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان دریافت کردم که مسئله‌ای را در مورد اجرای تعهدات ایران ذیل برنامه جامع اقدام مشترک به من اطلاع دادند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرد وزرای خارجه این سه کشور میگویند که ایران از سال 2019 تا کنون به تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند نبوده و معتقدند که این موضوع از طریق مکانیزم حل اختلاف برجام حل نشده است. آنها قصد خود را برای برنداشتن گام‌های مربوط به لغو تحریم‌های بیشتر در تاریخ 18 اکتبر 2023 اعلام کردند. از شما بینندگان گرامی دعوت میکنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمنده و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس ریزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 هم اکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی،
کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارند. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. ادامه خبرها. نیروهای شرکتی و قراردادی شرکت مخابرات ایران روز شنبه 15 مهر در مراکز چند استان اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمعات در مراکز استانهای گیلان، فارس، کوهگیلویه و بویراحمد و همچنین شهرستان سقز در استان کردستان برگزار شدند. بر اساس این گزارش، معترضان از نیروهای شسکام و پرسنل همراه اول هستند. این نیروها گفتند که بیمه های آنان ناقص رد شده و یا اصلا پرداخت نشده، که این موضوع مشکلاتی برای پرداخت هزینه های درمان آنان ایجاد کرده است. تجمع کنندگان همچنین به پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، سطح نازل حقوق و شرایط نامناسب کاری اعتراض داشتند. پرداخت نشدن به موقع دستمزدها در ایران یکی از دلایل اعتراض های کارگران و سایر مزدبگیران در سالهای اخیر است. کانون صنفی معلمان بوشهر در بیانیه‌ای بازداشت 2 تن از اعضای انجمن صنفی معلمان فارس در شیراز را محکوم کرد. این تشکل صنفی در بیانیه روز 15 مهر خود برخوردهای غیرقانونی با فعالین صنفی از جمله بازداشت غلامرضا، غلامی کندازی و ایرج رهنما را محکوم و تاکید کرد که در حمایت از معلمان زندانی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. کانون صنفی معلمان بوشهر از سرکوب، بازداشت‌های غیرقانونی، پرونده‌سازی، زندان و اخراج فعالان صنفی به وسیله حاکمیت نیز انتقاد کرده است. غلامرضا غلامی کندازی و ایرج رهنما از فعالان صنفی معلمان استان فارس همزمان با روز جهانی معلم در روز پنجشنبه 13 مهر به دست نیروهای حکومتی در شیراز بازداشت شدند. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این دو فعال صنفی پس از مراجعه به فرمانداری شیراز برای پیگیری برگزاری مجمع سالانه این تشکل صنفی بازداشت شدند. از اتهامات، محل نگهداری آنها و از نهاد بازداشت کننده خبری منتشر نشده است. جلسه دادگاه 8 متهم پرونده موسوم به شهرک اکباتان روز شنبه 15 مهر در شعبه 13 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. اتهام‌های میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، علیرضا برمرز پورناک، محمد مهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی و نوید نجاران مشارکت در قتل، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و محاربه عنوان شده است. میلاد آرمون، علیرضا کفایی و محمد مهدی حسینی به محاربه با تمسک به سلاح سرد متهم شدند و در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند. در جریان اعتراضات سال گذشته در آبان 1401 و پس از اعلام کشته شدن یک بسیجی به نام آرمان علیوردی در شهرک اکباتان تهران، این پرونده ابتدا با 14 متهم تشکیل شد و در نهایت برای 8 متهم کیفرخواست صادر شد. پیشتر سایت مشاوره حقوقی دادبان به نقل از وکلای متهمان از ایرادات اساسی و فراوان این پرونده خبر داده بود. و اما رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس های تهران با اعلام ریزش 30% بازار غذا میگوید در پیامد تورم بالا، گرانی ها، الزامی شدن مالیات بر ارزش افزوده و کاهش قدرت خرید مردم، مشتریان رستوران ها نسبت به نیمه دوم سال 1402 یعنی طی حدود 6 ماه بیش از 30% ریزش داشته است.
علی اکبر رهبری، رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس های تهران، در مصاحبه با سایت اکو ایران گفت تعداد مشتریان ما در حال حاضر فقط نسبت به نیمه دوم سال گذشته 30% کاهش یافته است و این فقط مربوط به رستوران ها و سلف سرویس ها نیست، بلکه وضعیت بیرون برها نیز همینطور است. رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس های تهران دلیل ریزش 30% بازار غذا را کاهش قدرت خرید مردم و بیپولی عنوان کرد و افزود مردم که پول نداشته باشند نمی توانند از هیچ جا خرید کنند. و اما روزنامه وال استریت جورنال روز جمعه 14 مهر به نقل از مقامات عربستانی و آمریکایی نوشت که ریاض مایل است در صورتی که قیمت نفت در بازار جهانی بالا بماند، اوایل سال آینده میلادی تولید نفت خود را افزایش دهد. طبق این گزارش که چنین تصمیمی از سوی عربستان سعودی در راستای جلب نظر کنگره ایالات متحده برای کمک به انعقاد پیمان نظامی مشترک با آمریکا صورت خواهد گرفت. وال استریت جورنال اضافه کرد این تفاهم بخشی از تلاش برای امضای یک توافق سه جانبه است که احتمالاً شامل کمک‌های هسته‌ای ایالات متحده به ریاض و عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل نیز می‌شود. این گزارش می‌افزاید مذاکرات بین واشنگتن و ریاض بر عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل در ازای پیمان نظامی عربستان با آمریکا متمرکز است که احتمالاً شامل کمک‌های هسته‌ای آمریکا، فروش تسلیحات و حمایت از برنامه هسته‌ای غیر نظامی ریاض خواهد شد. از شما بینندگان گرامی دعوت می‌کنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یک کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد، لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز.
تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. ادامه خبرها. همزمان با حملات سنگین راکتی در بامداد شنبه 15 مهر از باریکه غزه به چند شهر در اسرائیل که تا تل‌آویو و اورشلیم در مرکز این کشور نیز رسیده، ارتش اسرائیل تایید کرد که گروهی از تروریست‌ها به جنوب اسرائیل رخنه کردند. ساعتی پس از آغاز حملات سخنگوی ارتش اسرائیل تایید کرد که 2200 حمله راکتی به شهرهای اسرائیل انجام شده است و خرابکاران از زمین، دریا و هوا به درون اسرائیل رخنه کردند. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در نخستین اظهارات خود گفت حماس مرتکب یک اشتباه گرانبار شده و جنگ را آغاز کرده، اما اسرائیل پیروز خواهد شد. ارتش اسرائیل تایید کرد که حملات راکتی علیه شمار زیادی از شهرهای این کشور در جریان است. شهر اورشلیم در مرکز اسرائیل و با فاصله زیاد از مرز غزه نیز هدف حمله راکتی قرار گرفته و صدای آژیر خطر هم اکنون در این شهر شنیده می شود. عکسایی که به گفته یک خبرنگار اسرائیلی از ورود نیروهایش به خاک اسرائیل منتشر کرده، نشانگر وخامت اوضاع است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یک بانوی سالخورده در یکی از حملات راکتی کشته شد و چند مجروح نیز بر جای مانده است. آتش سوزی خودروها در خیابان‌های این شهر که ناشی از حملات راکتی است، از تلویزیون‌های اسرائیل پخش می‌شود. و اما همزمان با آنکه آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا حملات بیدلیل حماس به شهروندان غیر نظامی اسرائیل را محکوم کردند، جمهوری اسلامی از حملات گروه تحت حمایت خود حمایت کرد. اسرائیل میگوید دست کم 70 غیر نظامی این کشور در حملات حماس کشته شدند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه 15 مهر در بیانیه‌ای نوشت ایالات متحده به صراحت این حمله وحشتناک علیه اسرائیل به دست تروریست‌های حماس را محکوم می‌کند. بایدن افزود بی تعارف به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر گفتم که ما آماده ارائه همه ابزارهای حمایتی مناسب به دولت و مردم اسرائیل هستیم. همچنین لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، گفت تعهد ایالات متحده به حق دفاع اسرائیل از خود همچنان تزلزل ناپذیر است. و ما در 1.5 سالی که از تهاجم روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد، دست کم 26,000 نفر در این کشور مفقود الاثر شدند که 11,000 تن از آنان غیر نظامی هستند. وزارت کشور اوکراین هشدار داده که تقریبا نیمی از این افراد توسط نظامیان روس ربوده شدند و روسیه با بسیاری از آنها مانند یک تروریست برخورد می کند. بر این اساس نام بیش از 26,000 نفر در فهرست ویژه افراد مفقود الاثر در مناطق اشغال شده یا نزدیک به جبهه ثبت شده که 15,000 نفر از آنها نظامی و 11,000 تن غیر نظامی هستند. و اما مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد که زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 درجه در روز شنبه 15 مهر ماه شمال غربی افغانستان را لرزاند. مراکز این زمین لرزه 40 کیلومتری شمال غربی شهر هرات و در عمق 10 کیلومتری زمین بود. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، این زمین لرزه در شهر مشهد در شمال شرقی استان نیز احساس شده است. پیش از این مرکز زمینشناسی آمریکا بزرگی این زمین لرزه را 6.2 درجه
ارزیابی کرده بود. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان نیز با بیان اینکه این زلزله با مرز تایبات حدود 88 کیلومتر فاصله دارد به ایسنا گفت که تاکنون 36 مورد پس لرزه در روستای این منطقه ثبت شده است. از توجه و همراهی شما با خبرهای امروز بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر، پاینده ایران.